خب ما توی 4 5 تا درس اولمون ممکن اصلا خود فانکات پرو رو باز هم نکنیم اما دونستن مطالبی که گفته میشه میتونه خیلی کمکتون بکنه من میام اینجا یوتیلیتیز رو باز میکنم یا اپلیکیشنز یوتیلیتیز و میام سراغ دیسک یوتیلیتی هاردی که سیستم عاملم توشه مک اچ دیم توشه باز میکنم و اینجا میخوام ریپیر دیسک پرمیژنز رو بزنم عنوانی که غیرفعاله. اما ممکن این سوال برای شما پیش بیاد که خب اصلا چرا ریپر دیس پرمیشنز رو میخوای بزنی اصلا چه علتی داره که یهو میخوای بیایی اینجا این دکمه رو فشار بدی غیر فعالم هست علتش اینه که شما توی سیستم عامل او اگر هر کدوم از این برنامه هایی که اینجا وجود داره فایرفوکس مثلا فاینال کات هر کدوم رو بخواید باز بکنید شما روش دابل کلیک میکنید یا مثلا من اگر ازش اینفو بگیرم اینجا ما یه شیرینگ ام پرمیژن داریم یا همون اجازه گرفتن که اینجام هست واقعیت اینه که هر کدوم از اینها خودشون یه فولدر هستن شما اگه روش کنترل کلیک بکنید یا رایت کلیک بکنید شو پکیج کانتنس رو بزنید میبینید که توش یه فولدره و توی اون فولدر هم باز چند تا فولدر دیگه وجود داره توی سیستم عامل اپل او اس ایکس هر بار که شما میخواید یه برنامه رو باز کنید و هر بار که میخوان چیزهای مختلف اون برنامه کار بکنن باید بیان از خود سیستم اجازه بگیرن پرمیژن بگیرن مثلا دی پلیر شما بعد بیاد از او اس تون اجازه بگیره تا باز بشه یا هر کار دیگه بتونه بکنه این پرمیژن ها توی شرایط عادی خب داده میشن و حالا هاتون کار میکنن. ممکنه شما بگین خب وقتی که همه این اتفاقات داره درست میفته چه نیازی هست که حالا من اصلا این قضیه رو بدونم علتش اینی که بعد از یه مدت ممکنه این پرمیژن ها مشکل پیدا بکنن و سیستمتون کند بشه خب، حالا ممکنه شما بگین من میخوام دیسک پرمیژن رو, رو ریپر بکنم اما این غیر فعال بودنش رو چجور حل بکنم شما زمانی که سیستمتون داره بالا میاد و اون صدای قینگ میده و بوت میشه دستتون رو بعد روی شیفت نگه دارید یا دارید در, در واقع بعد دکمه شیفت روی کیبورد رو بزنید و نگه دارید تا زمانی که اون ویلکام سکرین رو میبینید شما حتما دیدید که یه صفحه میاد روش نوشته مثلا مک او اس اکس و پایینش نوشته ویلکام زمانی که شما اینجوری بوت میکنید یعنی زمانی که وقتی دستگاهتون داره بالا میاد شیفت رو نگه میدارید اون زیر یه سیف بوت میبینید من متاسفانه نمیتونم این کار رو ضبط کنم چون خدای نرم افزاری که داریم باش تصویر رو ضبط میکنیم از کار میفته زمانی که سیستم سیف بوت بشه وقتی سیف بوت رو شما دیدید و سیستمتون بالا اومد معنیش اینه که خیلی از چیزها توی او اس تون کار نخواهند کرد اما اگر بیاید اینجا و یوتیلیتیز و دیسک یوتیلیتی رو باز بکنید ریپر دیسک پیر فعال میشه شما بیاید اینجا حالتون رو انتخاب میکنید ریپر دیسک پرمیشنز رو بزنید چند دقیقه ممکن طول بکشه تموم که شد این برنامه رو کویت میکنید و ریست میکنید ریستارت میکنید دفعه بعدی که سیستمتون بالا بیاد دیگه این مشکل پرمیژن رو نخواهد داشت و شاید واقعا باور نکنید که خیلی از مشکلاتتون رو همین کار ساده میتونه حل بکنه خب امیدوارم توضیح من زیاد پیچیده و عجیب غریب نبوده باشه یه بار با هم دوره میکنیم شما دستگاهتون به محض اینکه روشن شد دستتون رو بذارید روی شیفت روی کیبورد بود که شد اون سیف بود رو دیدید میتونید دستتون رو از روی شیفت بردارید دستگاهتون بالا میاد دیسک یوتیلیتی رو باز میکنید هاردی که سیستم عاملتون توشه رو انتخاب میکنید ریپر دیس پرمیشنز رو میزنید و ری می میکنید